به نام خدای یکتا و مهربان، بنده ارجمند، سلام های گرم ما نثار یک و یک شما عزیزان بیننده باد. برای شما درباره خدای یکتا و بی‌نیاز آرزوی صحت، سلامتی، تندرستی و موفقیت داریم و دارستون درست تمام امروز باشین، بخصوص ویروس ها و برای وطنداران خود در داخل کشور نیست چنین آرزوی میکنیم که جور باشند از گزند روزگار در امان خدای یکتا و هر چیز زودتر از شر تمامی قاتلا و تروریستا و مامورگرا و خائنا نجات پیدا کن. با امید چنین روز جمعه شما مبارک باد. امروز جمعه است، 3 جون 2022 میلادی، ساعت 3:31 بعد از ظهر و شما بیننده برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 هستید. و در برنامه امروز هم مطالب را برای شما عنوان کردیم که امیدوار هستم مورد توجه شما قرار بگیره، مورد علاقه شما قرار بگیره و ارهان شما اگر سوال داشته باشین، پیشنهاد، نظر، انتقاد میتونین که به شما تلفن با زنگ بزنین. در آغاز برنامه تشکر میکنم از آقای رحمت سیماب که مشکلی در یوتیوب پیدا شده بود، مشکل اونا دوباره رد کردن. آقای سیما وزیر ممنون از شما. خب بینده گرامی، برنامه امروز در ابتدا در رابطه به انتخابات که دیروز با خوب پیوست و جالب بود، بخصوصا برای کسایی که در کمپاین انتخاباتی نقش داشتن، نتیجه جالب بود و به دنبالش چند گزارش از کشور نشبه که معمولا روزهای جمعه گزارشات کمتر باشه. ولی قبل از اینکه من برنامه رو شروع کنم، بیندگرومی امروز اگر دوست دارین که برین هم خورما هم ثواب به محفل برین که تمام ورزشکارهای تورنتو حضور دارن و در فعالان فرهنگی حضور داره و هنرمندا هم حضور داره، در سرک یونیون است، در اسکاربرو، در قطعه لنتون و ویکتوریا پارک و تکتش $20 است. اما یک جشنواره انجمن ورزشی افغانای کانادا است و شما پول را که میپردازین به اصطلاح یک خانواده را در عین زمان اسپانسر میکنین، شاید یک خانواده، شاید دو خانواده بر حالتش، یعنی هم میرین با وطندارانتون میبینین، هم میرین موسیقی گوش میکنین که ایمان جان زاخل و امید جان جلالی هستن و هم از هنرمندانتون، از ورزشکارانتون دیدن به عمل میکنین و با ورزشکارانتون آشنا میشین، با پیش کسبت ها، با ورزشکاران فعلی. یک برنامه کاملا آموزشی جالب و سرگرم کننده است که اگر بر معلومات کار داشتین، شما اگر که شماره دیگه نیافتین میتونین به شماره تلفن خودم زنگ بزنین، من بر شما معلومات روان میکنم. و اما دیشب انتخابات عمومی آنتاریو برگزار شد و اما تو که پیش بینی میشد، حزب کنزرواتیو به رهبری دکفورد در آنتاریو توانست حد اکثر کرسی ها را به دست بیاره و برای دومین دوره متوالی اداره اونتاریو را با اکثریت آرا در اختیار خود داشته باشه. برابر آخرین آمار و ارقام، حزب دکفورد 83 کرسی از مجموع 124 کرسی مجلس اونتاریو را به دست آورد. نیو دموکرات ها به رهبری اندریا اوروات 31 کرسی به دست آوردن. لیبرال ها که تقریبا در اینجا زمان بیشترین آرا را به دست داشتن به رهبری استفن دلدوکا تنها 8 کرسی به دست آورد و حزب سبز به رهبری مارک شراینر 1 کرسی به دست آورد. فقط مهم اینست که حزب دکفورد در انتخابات قبلی 76 کرسی را در اختیار خود داشت. کیبار تانست به 83 کرسی را بلند ببره. بلا فاصله ببینیم بینده که این خبر به خاطر ما در ابتدا برای شما انتخاب کردیم که یک پوینت داره. پوینت خبر در چیست؟ خب دقت کنیم.
بالاخره بعد از مشخص شدن نتایج آرا، استیفن دلدوکا رهبر حزب لیبرال و اندریا اوروات رهبر حزب نیو دموکراتیک از رهبری حزب خود استعفا دادن. کسب فقط 8 رای برای لیبرال واقعا یک شکست بسیار سنگین بود و او نتونست حتی در حوزه انتخاباتی خودش پیروز شود و رای به دست بیاره. حزب 8 کرسی به دست آورد که فقط 1 کرسیش از دوره قبلی بود. برای کسب اکثریت و تشکیل دولت آنتاریو، داکفورد و حزبش تنها به 63 کرسی احتیاج داشتند، اما 83 کرسی کسب کردند که خودش یک موفقیت بسیار کلان است. یعنی معلوم میشه که مردم از لیبرال ها خسته شدند و شاید هم در انتخابات فدرال این بار لیبرال نتانه اونطور که در آینده میدروشید بدرخشند. اما جالبش ایست که در انتخابات ایالتی پایین ترین میزان شرکت رای دهندگان ثبت شده. در انتخابات روز پنجشنبه تنها 43% از کل افراد واجد شرایط رای دادن مشارکت کردند که پایین ترین میزان در تاریخ انتخابات آنتاریو است. حزب نیو دموکراتیک با کسب 31 کرسی همچنان اپوزیسیون اصلی باقی خواهد ماند. اندریا اوروات رهبر این حزب در 4 انتخابات سعی کرد به پیروزی دلخواه برسد که موفق نشد و پنجشنبه شب از رهبری حزب استفاده داد. و ما تبریک میگم به خصوص برای دوست بسیار عزیزم خانم پاتریس برنیس که از منطقه ایجاکس هست و ما واقعا کار کردیم در کمپاین انتخاباتیش برای اینکه خانم خصوصیات و صفات بسیار نیک که داشت برای مردم ایجاکس که انتخاب کردم. ما تبریک میگم. این خانم از جمله فعالان است در عرصه رشد معارف در منطقه درهم و بخصوص در ایجاکس. در قسمت تامین امنیت تجارب بسیار کافی داره، با پلیس سالها کار کرده. این من یقین دارم که کسایی که در ایجاکس خانم پاتریس انتخاب کردن انتخابشان شایسته و بجاست و پشیمان نخواهند. اما برمیگردیم به این که بیندگرامی چرا من این خبر انتخاب کردم. در کشور جنگ زده و بی صاحب ما در 20 سال ما شاهد 4 انتخابات بودیم. در 3 انتخابات از این دکتر عبدالله به اصطلاح از آدرس جهاد و مقاومت آمد. در هر 3 انتخابات میگن برد ولی باخت قبول کرد. خب پس ما بردش هیچ نمیگیم، ما میگیم که باخت. اما این آدم تا فعلا حاضر نیست که از مبارزه دست بکشه یا استعفا بده. و خب یک بخش از مشکل است در کشور ما دکتر عبدالله. این که تنها ما اشرف غنی را بعض موقع میگه مسئله جداگانه است، اما عبدالله خودش یک بخش از مشکل بود. وقتی که یک آدم میبینه که توانمندی رهبری نداره ولی میای دعوای رهبری میکنه، باید اینا تاریخ مبارزات رهبرها را مطالعه کنن و هیچ اگر دور نره می فعلا تاریخ این مبارزات رهبر دو حزب پرقدرت در آنتاریو ببینن که اینا نتانستن رای بدست بیارن و اینا از عدم بیکفایتی خود میدانن. توجه هستید؟ وقتی که میبینن که ما بیکفایت هستیم، ما نمیتونیم که رهبری یک حزب آنچنان که لازم است به پیش بریم، پس چی میکنن؟ بس خود از اینا مردانوار میاین، استعفا میتن و جار برای دیگر را خالی میکنن. اما در وطن ما تا که نمورن از وظیفه استعفا نمیتن، تا که پایشون به اصطلاح مردم تا پای بلا به گور نرسن، میگن نه ما باید رهبر و رئیس و فرمانده و این و آن باشیم. درستم این انتخابات در هر کجایی که هموطنان ما هستن، آل نام خدا در گوشه تیتو پرکشه سیاسیون اینا برشان یک درس خوبی باشه که وقتی که شما در جامعه و بخصوص در حزبتان محبوبیت ندارین و حزبتان نمیتونین آنچنانی که لازم است با پیش ببرین و کسب موفقیت کنین، پس بهترین را استعفاست که اینا استعفا دادن. و امیدوارستم کسایی که در 20 سال پس این با سرنوشت کشور ما بسیار بیشرمانه با دیده درایی بازی کردن، بیاموزن که ناکام موندن و ناکام باید از صحنه دور بره. و
و امروز فضل خدا ما نسل جوان بسیار تأثیر کرده و نسل جوان بسیار با فهم و با دانش و آشنا با سیاست امروزی و آشنا با زبان امروزی با سیاست امروزی داریم. ولی بدبختی است که این نسل پول نداره. نسل که در 20 سال مطرح بودن و در سطح‌های بالا کار کردن تمام سرمایه و قدرت در دست از اونا باقی است. ولی اگر بازم نسل جوان ما امروز متکی به خود شوند و زحمت قبول کنند، من یقین دارم در کمتری وقت اینا میتونن که آینده کشور خودشان رقم بزنن. من عکس ندارم، ولی دیشب آقای میرسترونت زنجیره‌ای یا فرانچایز نان کباب در شعبه مساگه که جدیداً افتتاح شده محفل را اندازی کرده بودن که دکتر از فعالان فرهنگی و اجتماعی تورنتو، کسایی که در 30 سال 40 سال پسین اینجا زحمات کشیدن، کارهایی کردن و مکارشان امروز بر نسل امروزی میرسه و فعالان جامعه مدنی و ژورنالیستان که تازه به کانادا آمدن محفل را اندازی کرده بودن که محفل جالب بود، حرفایی گفته شد، حرفایی شنیده شد و قرار است که فیلم از این محفل نان کباب برای تلویزیون امید 24 رو کنن، فیلم بر شما نشر میکنیم و امیدوار هستیم که هموطنانی که تازه به تورنتو تشریف آوردن فعالیت هایی داشته باشن، فعالیت های خود شروع کنن. اما خوب است که ما در افغانستان همیشه انتقاد کردیم، انتقاد خودمون میکنیم و تازنده است انتقاد میکنیم که در 20 سال پسین آنانی که برای ما پول دادن و دشمنان مردم افغانستان که طرح برای چنین روزهایی داشتن که مردم ما را به کلیم غم بنشانن، انگیزه را از مردم ما گرفتن، جایش پروژه دادن و هر چیز حرف اول در کشور ما در 20 سال پسین در 90% از موارد اگه اشتباه نکنم پول زده، نه انگیزه. به این خاطر ما امیدوار هستیم که کسایی که تازه به تورنتو آمدن اینا با استفاده از فرصت سعی کنن اول که بام زندگی کانادایی خود وفت بتن، عادت کنن و زمینه کار، زمینه فعالیت، زمینه تحصیل بر همه گی مهیاست. و خوشبختانه تا حال مختاج خبر داریم کسایی که تازه تشریف آوردن با اسناد معتبر تحصیلی که داشتن یا رشته های تحصیلی داشتن در کارهای بسیار خوب در اینجا جا گرفتن. و اینه به خاطر میگم که بیاین که چند سبای همین فکر پروژه را، پروژه و پروژه سازی را از محضای خود بیرون کنیم، کم کم به انگیزه رو بیاریم. وقتی ما به انگیزه رو بیاریم دیگه ما به این نمیگیم که بیگانه چرا ما را ضربه زد. اگر ما کارهای انگیزهی در کشور می داشتیم، اگر ما کارهای بنیادی در کشور می داشتیم، در 20 سال که نداشتیم همگی فقط متکی به پول بیگانه بودیم، ما ایچنی خوار و زار و ذلیل و زبون و بیچاره و بینوا و گدایگر نمی شدیم. چون ما تمام اختیارات خود دادیم برای بیگانه ها، از پول بیگانه ها به اصطلاح خود ساختیم، ظاهری ساختیم. چرا اگر ما بنیادی کار میکردیم اتو زود سقوط نمیکردیم. پس یه یک درس بسیار خوب است برای ما همین تحویل دادن دولت توسط خائنین شورای امنیت محب و دفتر غنی و فضلی و وحید عمر که ما بیاموزیم که بیگانه هیچ وقت در کشور ما مهربان تر از مادر نمیشه. بیگانه هیچ وقت در 40 چند سال پسین به خاطر از این آمد که کشور ما را بسازه و مردم ما را برش یک فضای امن و آرامش ایجاد کنه. بیگانه آمد ما را به جان عم انداخت و منافع خود دنبال کرد. به اون خاطر است که تا فعلا ما که در روزم در برنامه با آقای وایسنسیو داشتیم، تا انوز ما یک تعریف مشخص، یک برداشت مشخص از منافع ملی نداریم. منافع ملی ما اون وقت است که اگر منافع شخصی ما تامین بود ما خوش هستیم و اگر منافع شخصی ما تامین نبود با سر صدای ما بلند میشه، در حالی که منافع شخصی با منافع ملی زمین آسمان فرق داره. ولی در 20 سال گذشته ما نه تنها که تعریف مشخص از منافع ملی نداشتیم و بعد از یام نداریم.
پس امیدوار هستم عزیزانی که تازه به کانادا آمدند که بار دیگه برشان، برای کسایی که واقعا مهاجرین واقعی هستند، نه کسایی که شورای امنیت هستند، نه کسایی که در مصیبت و بدبختی مردم افغانستان نقش داشتن، و ما یادتان باشه که هر موقع لازم باشه و چهرهایی که نقش داشتن به حراس از هر کی باشه معرفی خواد کردیم، چون باید تفکیک پیدا شد بین خوب و بد، بین زشت و نیک. نمیشه که همه چیز خلط کنیم و همه چیز بگیم که این چیز نشده. نه خیر، با عزت، با آبرو، با تاریخ، با فرهنگ، با شرف، با ناموس وطن ما، آنچنانی که در 15 آگوست بازی شد در تاریخ کشور ما و در تاریخ جهان هم یک بازی خائنانه صورت نگرفته، و هیچ وقت ملت ما نباید سر آشتی با کسانی که مسببین اینمی بدبختی بودن شوه. و در این جنجال ها ما کش میکنیم به زودی برنامه هایی را شروع کنیم، باید تا دوستا کار میکنیم که باید ما کم کم از احساسات که در اینمی نو ما تسلیمش هستیم، مطلق تسلیم احساسات شدیم، فقط همه چیز، همه جا میدیو، همه روشن فکر، همه کلی گیره ما بعد دوین میذاریم. اما ما باید بعد از این ریشه یابی کنیم، عوامل ریشه یابی کنیم که چی اتفاق افتاد که تمام سیاسیون افغانستان به اعتبار شدنی، این همه امکان پذیر ندارست. باید ما ریشه ها را ارزیابی کنیم، خوب خود پیدا کنیم، خوب خود قدر کنیم، نیمه خوب خود بازم نگاه کنیم، ولی کسایی که واقعا زشت هستن، کسایی که واقعا دستانشون به خون ملت ما رنگین است، کسانی که نقش اساسی در 15 آگوست در داشتن، اینا رو باید ما شناسایی کنیم، اینا باید در انزوا قرار بگیرن، اینا نباید در کنار مردم باشن، اینا نباید در پهلوی مردم باشن، چون اینا عامل مصیبت، عامل بدبختی است. اینا در هر جایی که بازم جای پای پیدا کنن، بازم چون در رگ و خون و ریشی از اینا اونمو خیانت و اونمو جفا و اونمو تاسیسه و توطئه از اینا در هر جایی باشن، بازم اونمو زندگی ننگین در اونمو زندگی شرم‌آور خود ادامه میتن. پس امیدوار هستم که بار دیگه که هموطنان پروژه‌ای سعی کنن که به انگیزه رو بیارن، و کسایی که واقعا فکر میکنن که جایشان در بین مردم نیست، خوب است که اینا خود در بین مردم نمایان نسازن، چون در هر کجا باشه امروز جهان بسیار کوچک شده، هیچ کس خود پنهان کرده نمیتونه، هر کس در هر وظیفه‌ای که در افغانستان بود میبخشین، اونا امروز مردم میشناسشان، پوشته و پنهان کسی نمیمانه. پس خوب است که خود از اونا صف خود جدا کنن. حالی که به کانادا آمدن، کانادا احترامشان نکرده، در حالی که به اون کسایی که عامل بدبختی بودن اونا قابل احترام نبودن، نیستن و نخوان بود. اینو به صراحت برشان میگم. پس بیاین اینا دیگه از سیاست و سیاست بازی و تفرق انداختن در بین مردم و حرکت های غیر ملی و حرکت های پروژه دست بکشن، برن همی احترام کانادا کرده، اینا هم احساس کنن که اون مردمای دیروز نیستن، برن برای خود یک زندگی بسازن دیگه، فراموش کنن کشوری را که به گلیم غم شاندن، فراموش کنن مردم را که اینا تباه ساختن، برن به زندگی خود شروع کنن و این مردم ما را به حال خود بگذارن. خب چند گزارش خدمت شما تقدیم میکنیم. همزمان با افزایش درگیری ها میان گروه طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در پنجشیر، اندراب، تخار و شماری از ولایت های دیگر، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اعلام کرد که طالبان دست کم 30,000 جنگجو را در ولایت های پنجشیر و بغلان جابجا کردند. در خبرنامه که امروز پنجشنبه از سوی این شورا به نشر رسیده، آمده است که طالبان از بیم همگانی شدن قیام های مردمی به جنایت ها و اعمال سرکوب گرایانه خود بر ضد مخالفان ادامه میدن و افزودن. در خبرنامه آمده است که طالبان افزون بر نیروهای محلیشان در پنجشیر و اندراب‌ها، در بغلان و ورسج در تخار، گروهی از جنگجویان عرفه‌ایشان را جهت سرکوب مردم گماشتند. حدود 30,000 جنگجو از نیروهای ویژه خود را در روسا و مناطق مختلف پنجشیر و شبیه آن در اندراب‌ها و خوست و فرنگ بغلان جابجا کردند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان تاکید دارد که افراد طالبان مرتکب جنایت جنگی شدند و تنها در روستای عبدالاخیل و تاندخوی ولسوالی دره پنجشیر بیش از 50 خانواده را مجبور به ترک خانه‌هایشان کردند.
در خبرنامه آمده است که در جریان حملات طالبان در دو ماه اخیر 38 غیر نظامی کشته و دهات دیگر نیز زخمی شدند. در بخش از این خبرنامه آمده است که طالبان 11 نفر از نظامیان پیشین را در ولسوالی راغ ولایت بدخشان به اتهام آمادگی به قیام مسلحانه بازداشت و 9 تن آنان را در حضور مردم محل تیرباران و 2 تن دیگر را به فیض آباد مرکز ولایت بدخشان منتقل و زیر شکنجه کشتند. این شورا همچنان گفته است که مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون شکایات های انتخاباتی انوزم در بند طالبان است و در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. با این حال در خبرنامه ادعا شده است که طالبان از رفتن ریچارد بنت بازرس ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان به ولایت پنجشیر و اندراب ها و تحقیق در مورد نقص حقوق بشری و ارتکاب جنایت جنگی طالبان جلوگیری کردند. شورای مقاومت ملی برای نجات از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و امن نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواسته است که جنایت جنگی طالبان را محکوم کرده و بر این گروه فشار وارد کنند که زمینه تحقیق در این مورد فراهم شود. 25 سازمان بین المللی خواهان بحث فوری روی بحران کنونی حقوق زنان در افغانستان شدند. چگونه؟ در گزارش از استودیوی 24 با هم یک جا میشنویم. 25 سازمان به شمول دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل خواهان بحث فوری روی بحران کنونی حقوق زنان در افغانستان در 50مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شدند. آنها در نامه سرگشاده به این شورا گفتند که وضعیت زنان در افغانستان نسبت به هر کشور دیگر جهان خراب است و در هیچ کشور زنان به اندازه زنان افغان از حقوقشان محروم نشدند. در این نامه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده است که از قطعنامه برای رسیدگی به آنچه بحران حقوق زنان در افغانستان خوانده شده است حمایت کند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر و پژوهشگر ارشد افغانستان در این سازمان ناوقت چهارشنبه بر رادیوی آزادی گفت دیدبان حقوق بشر امروز با 24 سازمان دیگر در جهت ارسال نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیوست. ما در این نامه می خواهیم که شورا در نشستش در ماه جون جلسه اضطراری ویژه برگزار و روی بحران کنونی حقوق زنان در افغانستان بحث کند. طوری که می دانید طالبان از زمان به قدرت رسیدن در 15 آگوست حقوق زنان و دختران را در تمامی امور زندگی نقض کردند. آنها مانع دسترسیشان به آموزش، کار، آزادی گشت و گذار، آزادی بیان و خدمات سیاسی شدند و سیستم رسیدگی به خشونت بر اساس جنسیت را از بین بردند. فکر میکنم که این یک وضعیت اضطراری است که شورای حقوق بشر باید به آن توجه جدی کند. افزون بر دیدبان حقوق بشر 24 سازمان به شمول سازمان عفو بین الملل، مرکز آموزشی زنان افغان، مرکز عدالت جهانی و کمک به افغانستان برای آموزش نامه سرگشاده ای را آماده کردند. هرچند حکومت طالبان گفته است که به حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام احترام دارد، در نامه سرگشاده سازمان های مدافع حقوق بشر و حامی آموزش زنان آمده است که وضعیت در هفته های اخیر پس از آن به گونه دراماتیک و خیمتر شده است که حکومت طالبان دستور داد که زنان و دختران باید تمامی بدن و شمول صورت به استثنای چشمانشان را در بیرون از خانه بپوشانند و تنها در صورت ضرورت از خانه بیرون بروند. در ادامه آمده است که تحقیقات بین الملل سخنان شاهدان و شواهد ویدیویی نشان می‌دهد که بر خانه‌های مدافعان حقوق زن و دیگرانی که علیه محدودیت‌ها بر زنان و تخطی‌ها اعتراض کردند هجوم برده شده و آنان با تهدید، اختطاف، ناپدید شدن اجباری و حمله توسط وسایل برقی و اسپری کیمیایی روبرو شدند. در نامه همچنان گفته شده است که افغانستان امروز با جدی‌ترین بحران حقوق زن در جهان مواجه است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. بسیاری از زنان وظایفشان از دست دادند. دستور حجاب اجباری بر دختران و زنان صادر شد. بر سفر زنان بدون محرم محدودیت وضع شد. وزارت زنان و کمیسیون حقوق بشر منحل شدند. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنین. بینندگان گرامی توجه شما رو به گزارش افغانستان در یک نگاه جلب میکنیم. برمیگردیم. 25 سازمان به شمول دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل
خواهان بحث فوری روی بحران بازم ازد که اشتباهی در گرپ ارخته. وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به شرایط اقتصادی افغانستان گفت که فروپاشی اقتصاد این کشور برای کل کشورهای منطقه پیامد ناگوار جدی خواهد داشت. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد که اقتصاد افغانستان در معرض فروپاشی قرار دارد. وی بر رسانه ترکی گفته است که بیش از 95% جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار گرفتند. زرداری با اشاره به مسئولیت جهانی درباره افغانستان تاکید کرد که جامعه جهانی باید بدون در نظر داشتن نوع رابطه کشورها با طالبان برای جلوگیری از بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی با حکومت کنونی کابل همکاری کنند. وزیر خارجه پاکستان پیش از این نیز گفته بود که بحران انسانی در افغانستان ممکن است به فروپاشی اقتصادی این کشور منجر شود که برای تمام کشورهای منطقه پیامد جدی خواهد داشت. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان چند قبل در نشست مسکو گفته بود که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان باید دارایی های این کشور آزاد شود. وی تاکید کرده بود که جامعه بین المللی نباید افغانستان را در این مقطع اساس رها کند و صدای جمعی ما باید پیام ما از یک افغانستان صلح‌آمیز باثبات و مرفه باشد که امیدوار هستیم چنین باشه. خب بنده گرامی بعضا اتفاق میفته که کلپ هایی را آدم میبینه که جالب است و بعض کلپ ها خوب است که آدم که ایو میشنوه ادقل هم سیاسی است، هم خنده میگیره آدمه و هم گیریه میته که سرنوشت ما به دست چی جناوران امروز در کشور ما رقم خورده و چی جناوران برای ما راه و روش دیم میکنه. این کلپ برای شما نشان میکنم، کلپ است که بخندین و آنچه در کشور ما توسط تروریستان از خدا بی خبر سیاتل تطبیق میشه. کشوری را به رسمیت نمیشناسیم به خاطری که امیرالمومنین ما امیرالمومنین کل جهان است. یه حرم واسه ما آدم ها؟ نه خیر، هیچ خری آدم نیست، ولی آدم هایی هستن که خرن. خب واقعا بسیار دیده درا هستن که میگه که اگر کشورهای جهان ما رو به رسمیت نشناخت ما هیچ کاری نداریم، ولی خدا رو شکر که ما امیرالمومنین داریم که امیرالمومنین جهان است که هیچ وقت رو در رو با مردم قرار نمیگیره. هر وقت که مردم میبینه یا در سناظر میشه به اصطلاح پشت خود دور میته و پنهان میشه. این امیرالمومنین پنهانی باید نامشه بگذارن، یعنی نه ابطلا، امیرالمومنین پنهان. و خداوند امیش همه تو پنهان داشته باشیش گم خوش شده، یقینا که اصلا ملا ابطلای وجود نداره، ولی خدای بزرگ خدای قادر و توانا ملت ما را از شر تمام ای دجالای روزگار، ای روسیاهای تاریخ، ای قاتلین مردم ما، ای خودفروخته ها، ای بیگانه پرستا نجات بده. و بالاخره یادتان باشه که چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امید رسد امیدواری. ما یقین دارم که بالاخره بندگرامی این روزهای سیاه و این روزهای تاریک در کشور ما پایان پیدا میکنه و مردم ما پس دوباره روزهای خوبی را تجربه میکنن. اما آنچه که مهم است ایست که کسایی که روزهای خوب تجربه میکنن یادشون باشه که روزهای بدک تجربه میکنن، که یک روز از این جنجال و مصیبت خلاص میشن، وای به حال کسایی که این روز سرشان تعمیل کرده. قانون خانوادگی تان گرم و همیشه سبز باشین. یادتان باشه همیشه با ما باشین تا همه یک جا باشیم. تا دیدار بعد. افزقی نگهداری که شما